کشور ما خیلی درد داره، مردم ما خیلی درد داره. امروز مردم، یک تعدادی از مردم ما اندکشان درنده خو شدن. چرا ای تو شده؟ چرا رحم و مهربانی از دل ما رفت؟ مگرم کشور رنج دیده، این مردم رنج دیده قدم به قدم خانه شهید است، قدم به قدم خانه یتیم است، قدم به قدم خانه بیوه است، قدم به قدم خانه مصیبت زده است. چرا ای تو دل ما سخت شده؟ روز یک داستان یک فرزند شهید را شنیدم، خیلی تکان دهنده بود. در یکی از ماهای مبارک رمضان از یک خانواده ای که پدرش شهید شده، یک پسر داره یک مادر در خانه داره. ماه مبارک رمضان هست، این مادرم روزه داره، پسرم روزه داره، پسر شهید. مادرش را روان میکنه که پسرم برو به مسجد، مادر خانه چیزی برای پخته کردن نداره، افطارت را در مسجد بکن. طفل از اینجا حرکت میکنه میره به مسجد. ما ای تو مردم رنج دیده داریم، یک افطاری در خانه ایشان پیدا نمیشه، یک لقمنان در خانه ایشان پیدا نمیشه که فقط یک افطار بکنه. و برو به طرف مسجد. وقتی که طرف مسجد میره، این پسر یک از نگاه سن خود کمی کوچک هم است، ولی بزرگوار هست، روزه هم داره. از طفلان و جوانای متقی ما داره. در مسجد میره، در کنجی از مسجد مینشینه، کسی رو برای غذا صدا نمیکنه. او کسی که پدر داره، او فرزنده که پدر داره، میگه بچه‌م افطار کن. او کسی که کاکا داره، برادر زاده خود، میگه افطار کن. ولی کدام پدری نداره که بگه بیا افطار کن. مردم نماز میخوانن، بعد از نماز گریزی نوجوان و طفل و پسرک بلند میشه. داستان یک پسر شهید است، پسر یک شهید. صدای زبلند میشه، یک نفر میره میگه خیرت باشه. گفت مرا مادرم روان کرد، برو در مسجد افطار کن، مادر خانم نام نیست. گفت ما آمدم، کسی برای ما صدا نکرد، و کسی که پدر داشت فرزند خود خواست در پهلوی سفره افطار کردند، کسی که ماما داشت خارزده خود را خواست، گفت ما پدر نداشتم، به اون خاطر مرا کسی صدا نکرد. گفت وظیفه ما چی است، ما چی کنم؟ گفت من میرم مادر خودم میگم کسی به ما افطار نده. فرزندای شهدا در افغانستان ما خصوصا هر خانه شهید داره. وقتی که پدرش رفت شهید شد، فرزندش بزرگوار هست و از کسی سوال نمیکنه، از کسی سوال نمیکنه، با غیرت است. نمیخواد که به مردم بگه که امرای ما کمک و منون نخورده. گفت خیر از به مادرت نگو، این مشکل نیست که به مادرت بگوی، متوجه باش که به الله نگوی، این شکایت به الله نکنی که ما در مسجد رفتم کسی به ما یک لقمه نان نداد، این شکایت به الله نکنی. چرا؟ چرا که بین مظلوم و بین الله پرده ای وجود نداره. یک دفعه که آهش بلند شد، باز شهرت را تکان میده. یک دفعه آهش از قلب آتش گرفته ایش اگر بلند شد، باز درت میده. بالای مردم کشور رحم کنید. ما حالات حادثه‌ای را میشنیم از ولایات، میشنیم از کابل. امروز شما خبر شده یک درنده دوپا در خانه داخل میشه، اطفال را توسط تیشه میکشه. چی کرده انسان را؟ توسط تیشه را قطع قطع و پرچه پرچه میکنه. چی شده انسان را؟ هیچ هم نه و هیچ موجود، هیچ مخلوقی تو بیرحم نمیشه. چی کرده ما تو انسان را؟ چی قسم دستت بالا اطفال بلند میشه که میکشی؟ چه قسم بلند شد دستت؟ حتی در پیشانی یک طفل میخره میکوبه، چی کرد تو را؟ انسان از خدا بترس. در فاریاب در خانه داخل میشه، شش عضو یک فامیل یک جا کشته میشه. انسان هست؟ انسان قدر درنده نبود؟ انسان قدر خشن نبود؟ ما چقدر دل ما سخت شده؟ مهربان باشم نسبت به که دیگه.